نزد بسیاری افراد ادوارد هاپر هنرمند ویژه است. آثار او گویی طعم و بو دارند. تماشای آنها احساسات و خاطراتی را برمی‌انگیزد که گویی برای زمانهای دراز در پستوهای ذهن پنهان بودند. هاپر در تمام دوران کاریش که همزمان با موجهای متعدد انتزاع در هنر مدرن اوایل و میانه سده بیستم بود، نقاشی واقع‌گرا ماند. بوم‌های او تمیز، صاف و بیش از حد واقع‌گرا هستند. البته نه از آن نوع واقع‌گرایی جزنگر و عکس مانند که مثلا در کار هنرمند همدورش اندرو وایت دیده می شود. واقع‌گرایی در کار هاپر یک درجه پایین‌تر، کلی‌نگرتر و فاصله دارتر از مکان، تاریخ و افراد است. تقریبا همه درون مایه های آثار او در تابلوی شب بیداران که بی تردید مشهورترین کار نقاش است دیده می شود. تنهایی، از خود بیگانگی، چشم چرانی، تأمل آرام و جزان. شب است و 4 نفر در کافه‌ای در نیویورک نشستند. ظاهراً قرار است جایی در دهکده گرینیچ محل زندگی هاپر بوده باشد. اما چندین دهه جستجوی پایان ناپذیر نتوانسته وجود چنین مکانی در عالم واقع را تایید کند. در این کافه خالی در شب، 2 نفر آنقدر نزدیک به هم نشستند که گویی با هم آشنایی قبلی دارند. اما اگرچه دستهایشان تقریبا روی هم افتاده، یکدیگر را لمس نمی کنند و حالت چهرهشان نشان می دهد که ممکن است کاملا غریبه باشند. شخصیت اصلی گویا خود کافه است، جزیره ای از نور در میان تاریکی فضای بیرونی. ما کافه را از زاویه عجیبی می بینیم، انگار از دید کسی که دارد از خیابان رد می شود. گوشه مثلثی شکل کافه مانند دماغه قایق به داخل قاب پیشروی کرده است. این موضوع تصادفی نیست، چرا که هاپر نه فقط شیفته تصاویر قایق بود، بلکه مکرراً از این نوع زوایا در ساختمان‌هایی که می‌کشید استفاده می‌کرد تا حالتی ایجاد کند که در آن سوژه‌های او هم در پشت پنجره باشند و هم جلوی پنجره. البته پنجره همان جایی است که جدایی بین بیرون و اندرون بغرنج می شود. نه به این دلیل که می توانیم از میان آنها عبور کنیم، به این دلیل که نگاه ما از میان آنها گذر می کند. در واقع نگاه ما این جهانهای خصوصی را اشغال می کند. برعکس کسانی چون نورمن راکول که به شیشه بافت می داد، پنجره ها در کار هاپر غیب می شوند. آنها نگاه چشم چران را به درون می خوانند و می دانند که با چشم می توان به خانه ها نیز چون انسان ها نفوذ کرد. هاپر به کندی و با برنامه کار می کرد. در طرح‌های مربوط به شب بیداران می توانیم او را ببینیم که در خیابان در پی یافتن زاویه صحیح برای پشت این مرد است تا همان تأثیری که می خواهد را ایجاد کند. در اینجا طرح‌هایی از همسرش جوزفین می بینیم که مدل زن این نقاشی بود. این دست راست اوست با سیگاری که در نقاشی نهایی در دست همراهش قرار گرفته است. هاپر می‌خواست همان دقت و توجهی که صرف نقاشی کرده بود را بینندگان نیز در تماشای اثرش صرف کنند. او می‌خواست که ما با دقت بنگریم و مثل یک ناظر آسیب پذیر شویم. ناظری که ممکن است در ساختمان روبرویی باشد یا در حال عبور از خیابان. کافه هیچ دری ندارد و جز با چشم نمی‌توان به آن داخل شد. چشم وارد نور مهتابی می‌شود، از میان 3 مشتری می‌گذرد، از میان تنهاییشان عبور می کند و به تاریکی پشت سرشان وارد می شود. هاپر بسیار کوشید که کارش را از لحظه تاریخی که در آن بود جدا کند. با این همه گفتنی است که این تابلو در روزهای پس از بمباران پرل هاربر تکمیل شده است. روزهایی که همه در نیویورک نگران حمله دیگری به شهر بودند و مانور خاموشی برپا بود تا در صورت حمله هوایی شهر را در تاریکی پنهان کنند. اما هاپر به این موضوع اهمیتی نمیداد. طبق آنچه همسرش در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشته، چراغ‌های استودیویش روشن بود و او هیچ علاقه‌ای به موضوع بمباران احتمالی نداشت. هاپر شیفته نور و اثرات آن بود، بر خانه‌ها، بر افراد و از میان پنجره. به نظر می رسد به آشفتگی جهان پیرامون توجهی نداشت. اما آیا تصادفی است که چراغ کافه نیز چون چراغ استودیویش آخرین چراغ روشن در شهر است؟
به همین دلیل شاید بتوان خانش خوشبینانه تری از این نقاشی به دست داد. در رویارویی با آشفتگی ها و تردیدهای عظیم چه میتوان کرد جز کار و زندگی؟ همه آدم های نقاشی های هاپر گویی در لحظه حال فشرده شدند. تنها، چشم انتظار، شاید کمی کسل؟ آدم های شب بیداران هم جز این نیستند، اما در وضعیت کسالت است که زمان و هستی را به حادترین شکل درک می کنیم. کسالت و ملال می تواند الهام بخش حسی عمیق باشد. شاید این افراد هم همین حس را دارند، با هم ولی تنها، سوار کشتی روشن، بادبان افراشته در دریای تاریک. نور زرد و سبز مهتابی در این صحنه همچون چراغ روشن استودیوی هاپر جانشین کمتوان درخشش خورشید است. با این همه می تواند از میان پنجره های بزرگ جهان را روشن کند.